خانم ها، آقایان، میهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. یکی از ترفندهای میهنان گرامی این ملاها و روزخانها این هست که در همه زمینه ها میخوان دور رو از دست مخالفین بگیرن و اصولا ملاها در حقبازی، دروغگویی و بدلسازی من میتونم بگم در دنیا بی نظیرن. از ابتدای رژیم جمهوری اسلامی، یعنی استقرار حکومت آخوندی در ایران بعد از اون انقلاب آخوندی، این مسئله جا افتاده که قشرهای از خود این روزخانها و ملاها رول اپوزیسیون رو بازی میکنن، نق میزنن، ایراد میگیرن، بعد راجع به مسائل مختلف اظهار نظر میکنن. ولی همینا وقتی که در قدرتن کاری میکنن که نه تنها فریاد بلکه زجه مردم رو بلند میکنه. نمونهش همین مردک خلچل احمدی نژاده. 8 سال آزگار مملکت خودش و دوروریاش و در رست رهبر، بعد این حلبی به دوشا غارت کردن، حالا اومده این طرف داره از همین دستگاه، همین نمیدونم دادگستری، همین نیروهای بسیج و نمیدونم سپاه و اینا که در چپاول با این همدست بودن، از اینا ایراد میگیره و رول اپوزیسیون رو بازی میکنه. کی؟ اون کسی که 850 میلیارد دلار درآمد نفت میهن ما رو نابود کرد و هیچ هم پاسخگو نیست. هیچ کس نیومد از این مردک بپرسه که آقا در اوج فروش نفت و گرانی نفت، بشکه 110 دلار 850 میلیارد، ببینید گفتن این خیلی آسونه، دلار، این پولا کجا رفت؟ هیچ کس پاسخگو نیست. حالا که خودش هم باید پاسخ بده که حداقل بیاد افشاگری کنه، بگه این پولا پیش رهبره، رهبر به من دستور داد که این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، ولی توضیح نمیده. همون حرفی که من روز سه‌شنبه گفتم، گفتم ایرادی که من به این آقای گنجی، به آقای نمیدونم، به آقایون دیگه حالا که خودشون اصلاحچی میدونن و الان هم اومدن در صف این طرف کاملا قرار گرفتن، ایرادی که من بهشون دارم اینه که خیلی خوب، مقدمتونم مبارک، اومدین این ور. اما شما در قدرت بودید، شما ایجاد کننده بسیار از این تغییرات بودید، مثل آقای سروش. آقای سروش از طرف شخص خمینی مأمور شد دانشگاه های ایران رو پالایش کنه و عناصر فاسد رو بریزن بیرون، چه دانشجو و چه استاد. 3 سال دانشگاه ایران رو بستن. حالا اومده بیرون آقای سروش داره ایراد میگیره، بعدم بهش میگه، میگه من نبودم. پس کی بود؟ شما با حکم خمینی اومدی، شما تمام گفتارهای تلویزیونیت هست که بغل دست همین مصباح یزدی میشستی و از جمهوری اسلامی دفاع میکردی با اون قیافه انقلابیت. حالا یه فرمی دیگه میای حرف میزنی، حداقل افشاگری کن. آقای گنجی هم همینطور.
باید توضیح بده که در زمانی که در قدرت بوده، معاون سفیر بوده در ترکیه، معاون آقای منوچهر متکی بوده که بعدا شد وزیر خارجه، چه بلایی سر مخالفین رژیم آوردن یا بقیه شو. همه سکوت کردن. حالا این آقای احمدی نژاد هم همینطور یاد گرفته دیگه، اومده این ور رول اپوزیسیون رو بازی میکنه. یعنی تمام اون پرونده فساد و جنایت و دزدی ها رو بمالونه، بعد هم میگه من مورد غضب رهبر قرار گرفتم. چون مدرک رهبر حتی آدمی مثل احمدی نژاد که چاکر درگاه بود، اونم به دلیل دو سه دفعه نق زدن قبول نکرد، چون اون خودش رو خدا میدونه. اون مردک 500 کیلویی رئیس دفترش محمدی گلپایگانی میگه آقا به وسیله یک سیمهای ارتباط دارن با امام زمان و خداوند و اینا دیگه. یعنی یواش یواش اینا رو ول کنید. اون زمان خمینی بود که یکی از این چاکران درگاه گفت امام بگو چی هستی؟ منطقه امام اینقدر رند بود یقش گرفت گفت این چیزا به ما نمیچسبه، شما هم از این چیزا این سمت ها و این عنوان ها به ما نده. حالا منظور اینه بعد از این مرحوم مغفور احمدی نژاد که حالا رول اپوزیسیون داره بازی میکنه، حالا این آقای روحانی هم یاد گرفته، این و ظریف و بقیه هم یاد گرفتن تا یقشونه میگیرن رول اپوزیسیون رو بازی میکنن. اما لابلای حرفاشون مسائلی رو مطرح میکنن که نشون میده تا فرق سرشون چاکر و نوکر این رژیم هن. و خودشون هم از پایه های ظلم و جنایت همین رژیم هن. مثل اون مردک ظریف یه زمانی گفتن مصدق زمانه، مصاحبه کردن باهاش گفتن زندانیان سیاسی، به خبرنگار خارجی گفت همینجا شما وایسا، ما زندانی سیاسی نداریم، همه اینا که تو زندانهای ما هستن امنیتی هستن و پرونده های جنایی دارن. همین آقایی که الان رول اپوزیسیون بازی میکنه و کلید طلایی دستش بود و قرار بود که مملکت ما رو درست بکنه، همین آدم کسی بود که تو مجلس دوم بود، آمد سخنرانی کرد، بارها براتون گذاشتیم، گفت در نمازهای جمعه باید چوبه های دار ما درست بکنیم و افسران ارتش رو که بیشترشون جزو مخالفین ما هستن از اونجا آویزان بکنیم. همین مردک میگه. حالا ببینید چی میگه. چون میرفت تو دانشگاه های تهران و همین به اصطلاح شهرهای نزدیک، اکثرا دانشجوها هوش میکردن و بهش میگفتن دروغگو، رفته مراسم روز دانشجو رو در سمنان، میدونید که متولد سمنان، خیال کرده اگه بره در دانشگاه سمنان دانشجو اونجا به خاطر همشهری بودن هیچی نمیگن. این نمیدونه اکثر اون دانشجو مال سمنان هم نیستن. خلاصه دانشجو هم تظاهرات کردن دیگه، هست فیلماش هم هست، رفته سخنرانی کرده. بله الان امیر اون سخنرانی ایشون رو توی مجلس پیدا کرد، گوش کنید تو رو خدا یه تیکش رو گوش کنید. بله حالا امیر دوباره داره چیز میکنه، پیدا کرد، من فکر کردم که میشه الان پخش بکنه. تو مجلس همین آقا سخنرانی میکنه و میگه که آقا بهترین کار اعدام این آدم هاست، آدم های ارتشی. حالا مثل این که لاک نمیکنه اینترنت، بگذاریم. رفته در دانشگاه سمنان این آقای کلیساز، ببینید چی گفته. گفته که شما، یعنی به دانشجوها گفته شما سوال بکنید چه کسانی مجوز مؤسسات اعتباری
و بانک‌های خصوصی و خصولتی را صادر کردند. در چه زمانی بود که مال باختگان این مؤسسات اعتباری به خیابان آمدند؟ چه کسی باعث شد که مردم آن زجرها را تحمل کنند و چه کسانی مال مردم را تاراج کردند و ظلم کردند؟ وقتی دولت یازدهم خواست مقابل آنها بایستد، در مقابل دولت قرار گرفتند و نامه 90 امضایی فرستادند که به اینها دست نزنید. متاسفانه مجبور شدیم 30,000 میلیارد تومان از خزانه به مال باختگان این مؤسسات پرداخت کنیم که این مبلغ به معنای 250,000 میلیارد تومان نقدینگی است. خب یکی از این مردک نیست سوال کنه. همه این حرفای شما درست، اصلا مولا درزش نمیره. شما هم که دروغگو نیستی که، اینقدر راستگویی که آدم تعجب میکنه. ولی سوال اینه که این سوالات از کیه؟ دانشجوها سوال کنه؟ اگر منظورت کسانیست که موافق دولت هن، خب چرا اسم نمیبری؟ چرا اومدی دو سال بعد دوباره، چهار سال بعد دوباره خودت کاندید کردی مثل خاتمی؟ تو که میدونی منابع قدرت و کسانی که اون بالا نشستن، کسی نمیتونه کوچکترین حرفی براشون بزنه. پس چرا مردم رو سر کار گذاشتی؟ این حرفا به معنی چیه؟ یه عده اومدن خوردن و مردم ریختن تو خیابونا و ما مجبور شدیم از پول مردم، از مالیات‌های مردم پول مالباخته‌ها رو بدیم. خب اونایی که پولای مالباخته‌ها رو جمع کردن، این پولا رو کجا بردن؟ جوابی ندارم. اما همین آدم چهار خط پایین‌تر از این سخنرانی که کرده، ببینید چی میگه. میگه که بله اومد، اجازه بده این رو پخش کنم براتون، سخنرانی ایشون تو مجلس. زنا قرآن میگه بلیشهد عذابهما طایفه من المؤمنین، توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه. این توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه. این سخنرانی آقای حسن روحانی کلیدساز در مجلس دوم طویله شورای اسلامی. خب یه نفر در عرض این مدت از یه آدم جنایتکار تبدیل میشه به یه آدم میانه رو و آزادی خواه که نگران جان مردمه، برای مردم میخواد قدمهای اساسی برداره، میخواد حقوق شهروندی رو تو مملکت پیاده بکنه. کسی که میاد میگه آقا اینا رو باید بیاریم تو نمازهای جمعه دار بزنیم تا مردم دیگه حساب کار دستشون بیاد. بعد همین آدم وقتی که توی دانشگاه سمنان برای دانشجو صحبت میکنه، که باز دوباره برمیگردم بهش، ببینید چی میگه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید این کشور، یعنی جمهوری اسلامی، آزادترین دانشگاه های جهان را دارد. او گفت معمولا دانشگاه های کشور ما از آزادترین دانشگاه ها از نظر بیان نقد هستند و دانشجویان خیلی راحت نظرات خود را مطرح میکنن. بله نظرات رو مطرح میکنن. میشه شما حرفاتون رو بزنین، انتقاداتون رو بکنین، اما بعد از انتقاد مهمه که کجا میبرنتون. حسن روحانی مطلب رو دو روز پیش از 16 آذر روز دانشجو در ایران بیان کرد. در آستانه ورود دانشجو، در آستانه روز دانشجو، دانشگاه‌های مختلف ایران صحنه برگزاری برنامه‌ها و تجمعات سیاسی بوده.
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تجمع دانشجویان در حمایت از کارگران اعتصابی با مداخله بسیجیان به درگیری کشیده شد. امیر یه فیلمی داره که اجازه بدید اول اون فیلمی که من گفتم براتون، یعنی جزء برنامه امروزی براتون پخش بکنیم، بعد تشکر کارگران رو از دانشجویان که مربوط به همین تظاهرات دانشجویان پخش میکنیم. پیوند شعارهای دانشجویی و کارگری در آستانه روز دانشجو. گوش کنید. دانشگاه امیرکبیر تهران دیروز. شماری از دانشجویان شعارهای اعتراضی سر میدهند. آنها در حمایت از معلمان و کارگران زندانی پلاکاردهایی حمل میکنند. در مقطعی اما کار به درگیری بین دانشجویان بسیجی و دانشجویان معترض میکشد. چند صد کیلومتر آن طرفتر در دانشگاه نوشیروانی بابل در شمال کشور هم دانشجویان گرد هم آمدند. آنها هم بخشی از دغدغه هایشان را با خواسته های صنفی معلمان و کارگران گره زده اند. خواسته ای که از کارگران هفکو، هفتپه و فولاد خوزستان هم نیست شده است. خواسته ای که از کشاورزان ایران اصفهان هم نیست شده است. خواسته ای که از معلمان و آموزگاران ما هم نیست شده است. در شما بگویم که این خواست ها متن اصل 43 قانون اساسی این کشور است. خواسته های آنها البته بسیار متنوع است، از رفع مشکلات اقتصادی گرفته تا افزایش اختیارات نهادهای انتخابی و حتی آزادی رهبران جنبش اعتراضی سال 88. پیام ما روشنه، حرف باید بشکنه. پیام ما روشنه، حرف باید بشکنه. شماری از رسانه های اصولگرا به تجمع های دانشجویی واکنش نشان دادند، از جمله خبرگزاری فارس که تجمع دانشگاه امیرکبیر را بدون مجوز و ساختار شکنانه خوانده. دانشجویان ساختار شکن در این تجمع چند تن از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادن و همینطور یکی از دانشجویان دختر از ناحیه سر آسیب دید. خبرگزاری آنا هم به نقل از دبیر تحکیم وحدت گفت اعضای تشکل‌های دولت ساخته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر امسال جست مارکسیستی گرفتند و با در دست داشتن دست‌نوشته‌های تجمع بدون مجوزی برای حمایت از کارگران برگزار کردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه بیش از یک ماه است که به آنچه مشکلات بی‌پایان این شرکت می‌دانند اعتراض دارند. آنها همچنین با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواهان پرداخت دستمزد عقب افتاده‌شان هستند. کارگران مجتمع صنعتی فولاد اهواز هم در کمتر از یک ماه گذشته به دلیل اعتراض به وضعیت معیشتشان به خیابان‌ها آمده‌اند. امروز شماری از کارگران مجتمع فولاد اهواز از دانشجویان به خاطر همراهی با اعتراضهایشان قدردانی کردند. شماری از آنها هم با تجمع در بازار امام و خیابانهای شهر اهواز از همبستگی گفتند. اعتراض‌های معلمان و کارگران در ایران چند ماهی است که ادامه داشته. گاهی در اعتراض به وضع خودشان، گاهی در اعتراض به شرایط نامساعد سایر اصناف. هفت‌تپه را زندانی کردند. فردا ما را هم زندانی می‌کنند. همه اینها در شرایطی است که رئیس جمهوری ایران همچنان معتقد است اوضاع به آن بدی هم نیست. شرایط امروز کشور ما بحرانی نیست، اما بسیار سخته. سخنانی تکراری در جمع‌های دانشجویی. شماها آزادانه بتونید مطالب خودتون رو بیان کنید و من هم باید در برابر نقد شما و انتقاد شما گوش شنوا داشته باشم. چه اعتراض‌ها به گوش آقای روحانی رسیده باشد، چه نرسیده باشد، فاصله سخنان رسمی در تشویق نقد تا ایجاد فضای آزاد برای انتقاد دست کم به اندازه فاصله تهران تا سمنان است. خیلی بسیار جالب این حرفای حسن آقای کلیساست. در وقت و بی وقت میاد به مردم وعده های عجیب غریب میده، میگه شما مطمئن باشید که دولت بیداره، این تحریم ها از نظر اقتصادی فشاری به شما وارد نمی کن. آره مردم زیر فشار دارن خرد میشن. میگه دولت تمام امکانات و برنامه ریزی های کافی کرده
و نمیذاره که این فشارا به مردم آسیبی برسونه. ایشون میگه. اما روحانی گفته مطابق آمارها، آمار وزارت کشور ایران، سال گذشته 1200 برنامه به مناسبت روز دانشجو برگزار شده که به گفته حسن روحانی در چنین برنامه‌های دانشجویان آزادانه نظرات خودشون رو ابراز کردن. بعد این جالبه، گفته که من فکر نمی‌کنم کشوری مانند ایران باشد که دانشجویان خیلی آزاد نظرات و انتقادهای خودشون رو مطرح میکنن. اما یه مسئله دیگری هم ایشون عنوان کرده که بسیار جالبه. نوشته که بله، در سال 2017 در میان 25 کشور، گوش کنید، پیشرفته دنیا از نظر سرعت رشد علمی مقام اول را جمهوری اسلامی کسب کرد و این موفقیت دانشگاه های ماست. من نمیدونم این گزارش هایی که این دستندرکاران این رژیم میدن به عنوانی که ما در این زمینه اولیم تو دنیا، در این زمینه دومیم و در این زمینه پیشرفته ترین هستیم، این آمارا را از کجا گیر میارن؟ یه موقعی بود اون مردک نقدی که به قدری دیگه آشور شد که آشپزم فهمید، گفت دیدن که این به قدری اراجیف و سرهم میکنه که اصلا آبروی نداشته اینا رو بیشتر میبره، از اونجا کندنش انداختنش یه گوشه ای که میبینید دیگه یه مدتیه که زیپا رو کشیده و حرفی نمیزنه. ولی میگفت طبق آمارها، حالا کدوم آمار معلوم نیست، 45% از آمریکایی‌ها حرام زادن. یا آمده بود در یه برنامه تلویزیونی میگفت من سوالم اینه، آمریکا با چه روحیه و انگیزه میخواد با ما جنگ کنه؟ با چه اقتصادی؟ اقتصاد داغون به این آمریکایی‌ها میگفت، اقتصاد داغون، ارتش بی روحیه، چه جوری میخواد در برابر سربازان و بچه‌های ما ایستادگی بکنه؟ با این لگنچه هاشون، ناوای هواپیما برای اون گفت. این کیه؟ خب معلومه یه جوانی چاقوکشه، آدمکشی که از عراق اومده، بعد توی جنوب، تو نقده، میگم جنوب، شمال، تو نقده این آدم رو گرفتن، دیدن جز نفوذی های صدامه، قرار شده بیارنش تهران، همین تو انقلاب بیارنش تو تهران و محاکمش کنن. عواملی که پشتیبانی این بودن ریختن، نگهبانا رو کشتن، ایشون به سر از کمیته های تهران در آورده، بعدم ترقی کرده، چون درست انگ رهبره. رهبر چاقوکش میخواد، بیرحم میخواد، آدم کش میخواد. الان در اومده روزنامه های خودشون، اینایی که به اصطلاح کنجکاوی میکنن در مسائل مربوط به گذشته بدون اینکه به اصطلاح چیزی کنن، خطی نشون بدن، یه چیزایی رو میگن، مطرح میکنن و بعد دیگران میرن دنبالش. همین جوانای ما در وسایل مجازی راجع به قتل احمد خمینی صحبت کردن که الان داره پروندهش میاد رو، که در یک مجلسی اینا اقاریریه که اون سعید امامی کرده و نوشته، کتباً وجود داره و زدن فوق محرمانه، ولی درس کرده. در اونجا میگه که آقای فلاحیان به من گفت در چند روز گذشته و در چند ماه گذشته حاج احمد آقا حرفایی میزنه که ضد ولایت فقیه، و طبق فتوای آقایون کسانی که در برابر ولی فقیه ایستادگی میکنن و سعی در تضعیف مقام ولایت فقیه میکنن، حکم قتلشون جایزه. بعد میگه ما در یک جلسه رفتیم
که آقای مصباح یزدی، آقای جنتی، آقای آیت الله خوشبخت، پدرزن آقا مصطفی خامنه ای، اینا همه بودن. آقای اژه‌ای و آقای فلاحیان با وجودی که خودش میتونست حکم قتل بده، ولی اینجور جا مینداخت گردن دیگران اونا بدن. آقای دوری نجف‌آبادی بعد میگه اینا بالاتفاق تصمیم گرفتن که حکم قتل احمد خمینی رو بدن. با عوض کردن همون قرصایی که مرتبشون میخورد دوزاشو بردن بالا و چند تا قرص گذاشتن جز قرصاش، ایشون خورد سکته کرد. گفتن سکته ایست قلبی کرد. حالا در اومده گناه حاج احمد آقا چی بود؟ نامه ای بود که نوشته و در اون نامه یه مقداری افشاگری کرده. ایشون نوشته من از آغاز انقلاب تا امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بود و هستم و هیچگاه بدون اجازه یا بدون، حالا اینا رو آقای حاج احمد آقا میگه، طولانیه، من حالا وقت اینی که اینو آقای شما برسونم ندارم، اما حرفای جالبه. نوشته که آقا تا به حال شما هر اشکالی پیش اومد میناختین گردن آمریکا، اینی که هواپیما ها سقوط کرده میگفتین وسایل یدکی نداریم، آقا دزدی میکنین پول مردم هم میخورین، اینا رو هم آمریکایی‌ها میکنن، میلیارد میلیارد ثروت‌های مردم رو بالا میکشین، اینم ضد انقلاب و آمریکایی‌ها هستن یا خودتون هستین؟ شما که پولی نداشتید و حالا میلیونر شدید، اینا رو هم آمریکایی‌ها گفتن؟ اینا رو حاج احمد آقا مطرح کرده. بعد اینا طاقت نداشتن، همین آقای رهبر مقام عظما، رهبر چاوکشان و قاتلین و همون مرده که رفسنجانی که خودش هم آخر همینطوری به همون سرنوش گرفتار شد که در مورد دیگران انجام میداد، با هم دست به یکی کردن رفسنجانی و علی خامنه ای، احمد خامنه ای رو به دیار عدم فرستادن. بگذاریم. یه فیلم دیگه هست که تشکر کارگران هفت‌تپه هست از دانشجویانی که از اونا طرفداری کردن. گوش کنید. اما یه جریان جالبتر هم تو ایران داره اتفاق میفته و اون اینه که مقام عظما دستور میده که بازنشستگان کشوری رو باید سعی کنن دستشون رو از مقامات مملکتی کوتاه کنن. بعد اینقدر مراجعه کننده، چون همه کاره مملکت ایشونه دیگه، زیاد میشه که این آقا حوصله‌اش سر میره که این آدم ها بیان هی توصیه اینو بکنن توصیه اونو بکنن، میگه من دیگه در این مورد وظیفه ندارم، میندازی گردن دولت، چیزایی که مسئولیت ازش میخوان میندازی گردن دیگران، زرنگ آخوندی دیگه. به این فیلم توجه کنید. ایران با 80 میلیون جمعیت جامعه است جوان. جوان کار می‌خواهد، کار هم نایاب. دولت می‌گوید 3 میلیون نفر بیکارند. بنابر آمارهای دیگر بین 6 تا 10 میلیون کارها دست کیست؟ ایران سال 97 بخش عمده ای از منصب‌هایش را در دست نسل دهه 30 و 40 می‌بیند. مثلا کابینه حسن روحانی، دولت 12 ایران، میانگین سن 58 سال، پیرترین کابینه بعد از انقلاب. این کاریکاتور را ببینید، مدیری که از پشت میزش کنار نمی رود و به زور او را می برند. به قول محمد رضا با هنر، فقط اسرائیل می تواند بعضی ها را از میزشان جدا کند. چند وقتی است قانونی تصویب شده با نام ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، خطری برای آنان که پست های مهمی را در ایران در دست دارند.
یکی از اصول پیشرفت هر جامعه‌ای ترکیب جوانگرایی و تجربه و گردش نخبگان تو سطح مدیریتی کشوره. 50% جمعیت کشور رو جوان‌ها تشکیل میدن که بیشترین درصد بیکاری هم برای این قشره. یکی از راهکارهای حل این مضر جایگزینی نیروهای جوان با بازنشسته هاست. دیوان محاسبات میگوید حدود 2000 مدیر بازنشسته باید بروند. کمپینی درست شده به نام کمپین خداحافظی. متاسفانه تو این قانون صراحتاً به جایگزینی مدیران بازنشسته و به کارگیری جوانان اشاره‌ای نشده و این نگرانی وجود داره که برخی آشنایان و اقوام مدیران گذشته جایگزین اونا بشن، در صورتی که معیار انتخاب فرد جایگزین باید شایسته سالاری باشه. در پویش وقت خداحافظی به دنبال ایجاد یک مطالبه عمومی هستیم تا بتونیم به اجرای سریع و صحیح این قانون کمک کنیم. شعار این کمپین این است: دود لزومان هم از کنده بلند نمی شود. اما همین قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان استثناها را به عهده رهبر جمهوری اسلامی ایران گذاشته. این برادرمون نسبت به اینکه حالا یک چیزی رو به ما نسبت میدن که ایشون نمی پسنده ناراحته، منتها اشغالش این بود که سر من داد میکشید. آیت الله علی خامنه ای هم روایتی گفت از جوان طلبه‌ای که از روند بازگشت شماری از بازنشستگان به مسند شاکی بود. داد میکشید. حالا به هر حال با خواستیم از ایشون هم معذرت خواهی کنیم که اگر ما هم خیلی خوب ما هم از شما معذرت بخواهیم. اطلاق قانون اطلاق درستی نیست، یعنی این که هر بازنشسته ای باید به کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست. خب حالا مسئول اون مدیر چه کار کنه برخلاف قانون؟ اینجا به فکر ولایت فقیه میفتن که بالاخره ولی فقیه اجازه بده. میان از ما سوال میکنن، ما مواردی رو بنده که نمیشناسم هم اینایی که میان سوال میکنن مگر بعضی معدودشون رو ممکنه دو نفر سه نفرشون رو بشناسیم، معدودی از اونها رو میشناسیم، اونا هم که نمیشناسیم اگر به اون مدیر اعتماد داشته باشیم قبول میکنیم. هر قدر جامعه ایران جوان است، رهبران آن پا به سن گذاشته و سال خوردند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، متولد فروردین 1318، 79 ساله. یکی دیگر از شخصیت های مهم و تاثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران احمد جنتی است. دبیر شورای نگهبان، رئیس مجلس خبرگان رهبری، پست‌های مهم و تعیین کننده. آقای جنتی متولد 1305 است، 92 ساله. شخصیت دیگر محمود هاشمی شاهرودی، رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه. او رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست. متولد مرداد 1327، 70 سال دارد. حسن روحانی، شخصیتی که دهه هاست در رده بالای ساختار امنیتی نظام بوده. او رئیس جمهوری ایران است. متولد آبان 1327، 70 سال دارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، متولد خرداد 1336، 61 ساله و برادرش صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، متولد اسفند 1339، 57 ساله. خب عمیانان گرامی، خوشبختانه ارتباط ما با دوست بسیار گرامی آقای حسین حجازی برقرار شد و ما الان میتونیم با آقای حجازی راجع به مسائل مختلف در آمریکا و جهان صحبت کنیم. آقای حجازی درود بر شما. درود بر شما و بینندگان خوب برنامه خوب شما. آقای حجازی، هفته گذشته متاسفانه به دلیل مشکلات فنی که پیش اومد ما نتونستیم با هم صحبت بکنیم. خیلی اتفاقات در این هفته گذشته اتفاق افتاده در آمریکا و جهان که مربوط به سیاست‌های خود آمریکا هم بوده، از جمله اختلافاتی که آقای ترامپ معتقدن با چین رفع شد، بعد معلوم شد که چینی‌ها گفتن نه اینطوری نیست، اختلافات ما به طور کلی برطرف نشده. بعد مسائلی که مربوط به خود آمریکا هست، درگیری‌های داخلی بین احزاب، بین جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها. بعدم جریان فوت آقای بوش که دیروز و پریروز بسیاری از خبرها رو تحت شعاع قرار داد. راجع به اینا صحبت بفرمایید. اجازه بدید از آخرین مطلبی که عنوان کردید شروع بکنیم. برای آخرین بار همین یکی دو ساعت پیش در یک کلیسا در بوستون تگزاس یا یکی دیگر شاید آستین یا بوستون
من فکر میکنم هوستون بوده شون. بله هوستون فکر میکنم باشه. بله به هر حال اونجا مراسم خیلی مفصلی دوباره برگزار شد و در واقع یک عده آمدن راجع به خصوصیات و اخلاق و رفتار و متانت جورج هربرت بوش که در واقع پدر جورج دبلیو هست و صحبت کردن و مفصل از او تجلیل کردن، از کارهایی که کرده و همونطور که عرض کردم از خصوصیات اخلاقی که داشت. جالب این که یک قطار خیلی طولانی یعنی با تعداد زیادی واگن با اسم مرحوم بوش در واقع حرکت کرد. تمام اعضای خاندان بوش رو سوار کرد و مهمانانشون رو و لوکوموتیو این قطار روش نوشته بود جورج هربرت واکر بوش بزرگ و رفت به سمت محلی که قرار هست که جنازه او رو دفن بکنن در کتابخانه ای که مرسوم هست در امریکا برای رؤسای جمهوری که کارشون تموم میشه میسازن و اونجا موزه میشه و کتابخانه میشه و مدارک مربوط به زمان اونها نگهداری میشه و ضمناً همین امروز در واقع جنازه یا جسد باقی مانده جسد دختر خردسال نوزاده یا خیلی جوان چند یکی دو سه سالش بیشتر نبوده دختر بوش رو که خواهر این رئیس جمهور آخر رئیس جمهور جورج دبلیو بود از محلی که قبلا بود منتقل کردن به همین محل. به این ترتیب دختر خردسال خانم بوش به اصطلاح بوش مادر و بوش پدر در کنار هم قرار خواهند گرفت. علت استفاده از این قطار خیلی مفصل و با چندین و چند واگن این بود که گفته میشه بوش پدر خیلی به قطار علاقمند بوده و بیشتر کارهای انتخاباتی و مبارزات انتخاباتیش رو هم برای رفتن به ایالات مختلف از قطار استفاده میکرده. به هر حال این آخرین مرحله از مراحلی بود که برای تجلیل از بوش پدر صورت گرفت. آقای فرجی، آدم به فکر میفته که چگونه است که ما با رفتگانمون، با افراد سرشناس کشورمون، حالا با اعمال خوب، با اشتباهات خوب و بد، اگر موافقیم یا مخالف، به چه گونه به چه صورتی رفتار میشه و اینجا به چه صورت رفتار شد. اتفاقا دیروز من همین فکر رو، آقای اجازی، دیروز من وقتی که این صفای طولانی رو میدیدم، چه در کنگره در واشنگتن و چه در هوستون آمریکا و در تگزاس که مردم برای ادای احترام به جنازه آقای بوش با وجودی که خیلی اختلاف عقیده هم داشتن اینطور صف بستن و صمیمانه ادای احترام میکنن، یاد همین حرف شما افتادم که ما چجوری رفتار میکنیم و اینا چگونه رفتار میکنن. بله ببخشید. ما به هر حال این پدر و پسر خاندان پهلوی، رضا شاه و محمد رضا شاه، یکیشون که آوارست در مصر و اونجا دفن شده، اون یکی که مومیاییش پیدا شد و اینا با نهایت وقاحت و اون ترفندهای آخوندی به کلی موضوع رو آنچنان کمرنگ جلوه دادند و منتفی کردن که الان هیچ کی نمیدونه که چه به سر اون جنازه مومیایی آمده. آیا اون درست باشه یا دروغ باشه، اگر اینجا بود استخوان‌ها و بازمانده اصلا ناچیزی رو که از اون دختر بچه بوده برداشتن منتقل کردن اینجا که پلوی اجساد
پدر و مادرشون باشن. شما فکر بکنید آیا واقعا ما روزی رو شاهد خواهیم بود که ما اینطور متمدنانه عمل بکنیم از کسانی که آمدن به اون مملکت خدمت کردن اشتباهاتی رو مرتکب شدن؟ مگه آقای جورج دبلیو بوش واکر بوش اشتباه نکرده بوده؟ مگر ایشون با اون داستانی رو که اعلام کرد با صدای بلند ما به مالیات رو اضافه نمی کنیم؟ بشنوید، من از لبهای من بخونید که من اجازه نمیدم که مالیات ها اضافه بشه، و بسیاری اشتباهات دیگری که کرد. بعدم آمد خیلی واضح در آمد گفت من اشتباه کردم، برای اینکه برای مسائل اقتصادی مملکت ناچارم اون حرفمو پس بگیرم. ولی این یا آقای خمینی هم که جام زهر رو نوشیدن بعد از اینکه مملکت رو به این وضع و به این فلاکت، شروع این وضع و این فلاکت رو ایشون با همون نوشیدن جام زهر به ما هدیه کردن. بله، این تفاوت ها آیا یه روزی بنده خودم رو نمیدونم که فکر نمی کنم ما دیگه زنده باشیم تا اون موقع، ولی امیدوارم یه روزی باشه که ما هم از این چیزایی که میبینیم در جاهای دیگه، از این حرکات انسانی، از این حرکات متمدنانه، از این حرکاتی که واقعا شایسته تحسین هست، ما هم یه روزی اون مملکت رو ببینیم که برخوردار میشه. بله. خب این مسئله این داستان هست. موضوع دیگه، موضوع سقوط مجدد بازار سهام هست. امروز که برمیگردم به اون اتفاقاتی که افتاده و موجب این سقوط پیاپی بازار سهام شده، اشاره کردید به مسئله رابطه اقتصادی بین چین و امریکا که هفته پیش به دنبال یک قرارداد موقت 6 ماهه که قرار شده که این تحریمایی رو که قرار بود اعمال بشه از دو طرف، آقای پرزیدنت دونالد ترامپ گفتن که من از 10% تعرفه گمرکی میخوام بذارم تعرفه ها رو روی 25%. از اون ور چین به واردات سویبین و بقیه واردات کشاورزی که از امریکا داشت گفت اینا رو متوقف میکنم و احتمالا چند روزی هم متوقف شده، اون رو مطلع نیستم، ولی به هر حال این دو طرف به این صورت به هم دیگه چنگ و دندان نشون داده بودن. به دنبال این صحبت رسانه های متصل به دولت چین، که البته اکثر رسانه ها اونجا دولتی هست، اعلام کردن که نه آقا، توافقی صورت نگرفته و هنوز اختلافات ادامه داره. بدتر از اون، دستگیری یکی از بالا رتبه ترین یعنی مهمترین شخصیت های تکنولوژی چین که یک بانو هست در کانادا، در کانادا، این خانم خانومی است به اسم رنگ وانجو که مدیر عامل یک شرکت تلفن های ساخت تلفن های همراه یا هوشمند هست، هاوی، در کانادا دستگیر کردن اون رو. و این شرکت دومین شرکت تولید کننده یا کارخانه تولید کننده تلفن های هوشمند در جهان هست و به احتمال و تلفن های خوبی هم هست. در ایران مثل این که بیشتر از این نوع تلفن استفاده میشه. و این که این خانم متهم شده که از طریق امریکا این تلفن ها رو منتقل میکرده به جمهوری اسلامی که زیر تحریم هست، و امروز یک اتهام دیگه هم به او زدن و اون این که در حساب‌های بانکیش هم تقلب کرده. و این فرد از نظر اقتصاد یعنی روابط اقتصادی بین چین و امریکا فوق‌العاده حائز اهمیت و مقامات چینی بسیار برآشفته‌ان از این قضیه و دارن فشار میارن که هرچه زودتر این خانم رو آزاد بکنن. این دومین موضوعی بود که بهش اشاره کردید و موضوع بسیار مهمی بود. خب حالا جریان سقوط بورس چی آقای؟ سقوط بورس در اثر همین، به دنبال اون که معلوم شد که اون
توافقی که عنوان شده بود که صورت گرفته بین چین و اون جنگ اقتصادی در واقع حل شده، اختلافاتی رو که اون جنگ اقتصادی رو میخواست دامن بزنه، معلوم شد که اون درست نبوده و خبر درست نبوده و غلط بوده، این سقوط سهام شروع شده. بازارهای اروپا، بازارهای هم چین هم ژاپن و هنگ کنگ، اینا تمام سقوط کردن. دیروز 2%، وقتی میگیم 2%، 2% رقم نجومی، نظرتون باشه. و امروز هم یک رقمی که من اینجا یادداشت کرده بودم، رقم فوق العاده بزرگی است و 1.7 یا یه چنین رقمی است که این هم سقوط امروز سهام بوده و بسیار نگران کننده شده، به خصوص برای جمهوری خواها و سیاست های خارجی و اقتصادی که داره اعمال میشه. و خب به طور قطع آقای دونالد ترامپ در این مورد مورد حمله قرار گرفته توسط یه دی از این بابت و سیاست های خارجی رو که اعمال میکنه و معلوم نیست که این ماجرا به کجا بیانجامه و سقوط بازار سهام تا کی ادامه پیدا بکنه. آقای حجازی، این جریان آقای قاشقچی یه مقدار زیادی توی حتی جمهوری خواه اختلاف به وجود آورده و چند تا از سناتورهای بسیار پرنفوذ جمهوری خواه هم در مورد اینی که این به اصطلاح ولیعهد عربستان به طور مستقیم در این جریان قتل او دست داشته صحبت کردن. این تا چه اندازه خبراش مهمه برای شما؟ بله، این خبر بسیار بسیار مهمه به خاطر این که همونطور که گفتید جمهوری خواهان تعداد یعنی یه اکثریت جمهوری خواه و به طور قطع تمام دموکرات ها که در واقع به کنترل مجلس نمایندگان رو به عهده خواهند گرفت از اول ژانویه، اینها قطعنامه ای رو به تصویب رسوندن که امریکا تمام کمک هایی رو که داره میکنه به عربستان سعودی در یمن برای جنگ حوثی ها و طرف مقابل، این رو متوقف بکنه. ولی آقای دونالد ترامپ موافقت نکرده. یکی با این موضوع، موضوع دیگری که اشاره کردید مسئله مرگ خاشقچی رو که آقای دونالد ترامپ میگه به خاطر مسائل مالی ما نمیتونیم رابطمون رو به هم بزنیم با عربستان سعودی، و در تمام سوالاتی که در طی این چند روزه سوالاتی که از ایشون شده در این مورد گفته، من نمیدونم، شاید ولیعهد که به اصطلاح اون بارم گفتم که محمد بن سلمان، من این رو اشتباها گفته بودم سلطان، محمد بن سلمان یا MBS به قول اینها که مخففش رو میگن، ایشون مستقیما دستور داده برای این جنایت و باید این تحریم ها صورت بگیره، باید این کمک ها قطع بشه. و فعلا آقای ترامپ میگه من نمیدونم، شاید او دست داشته، شاید هم دست نداشته، ما به صورت قاطع نمیدونیم. ولی علارغم این که CIA مقامات CIA گفتن که او دست داشته، این موضوع به الان مورد بحث است و موافقین و مخالفین به شدت در این مورد با هم دیگه اختلاف نظر دارن و دارن این موضوع رو مطرح میکنن. آقای اجازی، ما 2 دقیقه فرصت داریم، من میخواستم شما راجع به این جریان قرارداد نفتا بین امریکا، کانادا و مکزیک که بسیار قرارداد مهمی بود، بعد اینا رفتن مذاکره کردن، بعد دوباره دارن یه قرارداد جدید میبندن، اگه چه ممکنه یه اطلاعاتی بدید. آقای فرجی، قرارداد نفتا رو که باز جزء صحبت‌هایی بود که پرزیدنت دونالد ترامپ بارها مطرح کرده بود که من این یکی از اون قراردادهای بده و باید یا لغو بشه یا تجدید نظر بشه، گفته شد که بعد از تغییرات جزئی که توی این قرارداد به وجود آمد، نفتا بین مکزیک هست و کانادا هست و امریکا،
قرار گویا یه تغییرات خیلی جزئی و بیشتر به صورت تدارکاتی داده شده در این قرارداد و خب اینجا با سر و صدای زیاد جمهوری خواه مدعی شدن که این قرارداد و ما به اون صورتی که دلمون میخواست تغییر دادیم که گفته میشه این قراردادها زیاد بنیانی نیست. ولی به هر حال الان نفتا دوباره با اسم دیگری احتمالاً ادامه کار خواهد داد. خیلی ممنونم آقای حجازی عزیز. میدونم که خبرهای دیگه هم دارین شما که میخواستین بهش اشاره کنین، ولی متاسفانه وقت ما کافی نیست. بسیار سپاسگزارم. تا هفته آینده که باز با هم صحبت میکنیم. قربان شما برم. خیلی ممنون. خداحافظ. خب همیانان گرامی، سپاسگزارم از امیر شهرتی و از شما که به این برنامه توجه کردید. یادم رفت به این مسئله اشاره کنم. آخرین خبرها نشون میده که در چاهبهار انفجاری رخ داده، انفجار تروریستی، و تعدادی کشته و زخمی به جای گذاشته که در خبرهای خود ما و در بخش‌های دیگه حتما به این موضوع اشاره میشه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.